استعداد نوظهور، حدیده اتلتیکو، دوران اوج مهدی. سلام و درود خدا با شما باد. همونطور که توی پارت قبلی مشاهده کردید، مهدی هدفش توپ طلا بود اما نتونست توپ طلا رو بگیره و اومدیم ادامهش رو بریم که ببینیم بالاخره میتونیم توپ طلا رو بگیریم یا نه. و در این ویدیو باید نقطه اوج خودمون قرار بدیم. نقطه اوج یعنی مهدی باید باشه که بتونه همه چی رو تسخیر کنه. جایزه دی بست، توپ طلا و بهترین بازیکن اروپا. کدومشو میبره؟ آقا الان همینطوری که میبینید من یه ذره بازی آوردم جلوتر که مهدی قشنگ توی ترکیب جا بیفته، توی ترکیب اتلتیکو شماره 10 که گرفته بودیم. نمیدونم یادتون هست یا نه، اتلتیکو سوم جدول، یه تقریبا چند تا بازی 10 تا اینا اومدم جلو و الان سومیم. اما من میخوام به جایزه فردی برسم و مهدی میخواد بازی بکنه. ببینیم که مقابل رئال مادرید که ساعت 2 بعد از ظهر در ورزشگاه خودمون بازی داریم، با سیمونه ما رو در بازی قرار داده است یا که خیر. اوه رفت سیمونه حرف مهم بزنه. سیمونه حضور نداره، بچه‌ها خودشون میگه عبور کردن از سطح رئال مادرید همیشه یه موقعیت خاصه، اما این دلیل بر جنجال نیست و ما به بردن این نیاز داریم. کلا سرمربی‌ها نیستن، اینجا نقش نوخودی رو بازی میکنن. اوکی، مهدی خان در کنار ژو فلیکس. خب ترکیب آقای اوبلاک در اون دروازه هستش و بازیکن جدیدی متأسفانه نگرفته آقای سیمونه اسکول. اونور کریم بیرونه، اونور کریم بیرونه. چه لباس رئال قشنگ، خدا وکیلی. به به سیس مهدی رو ببین. قدرت خودم رو در این ویدیو بهتون نشون میدم آقایون رئال مادریدی. در این ویدیو اگر من یک عنوان فردی خاص نگرفتم، حالا ببین نها کن، یا توپ طلا میگیرم یا دبس یا جایزه بهترین بازیکن اروپا یا نهایتا بهترین بازیکن لالیگا فکر چی میکنم بشم. البته یه ذره اومدیم جلو بدش کن بره. حاضر شروع میکنم از همین اول پاس بخواد از بازیکن ها. اصول رو نگاه کن. مهدی خان حالا توپو گرفت، پاس میده خود مهدی، حرکت میکنه. خب مهدی اونجا توپو گرفته، خود مهدی شوتشو میزنه. چه دفاعی کرد، مثل پلنگ داره بازی میکنه تو فضا. به من نده دیگه، به من نده دیگه، به من نده. آها آفرین، آفرین خطا. آقا یازم هم بزنم، مرسی، ممنونم ازت. حالا شما این همه کاشته زدی، یه دونه به جوونا فرصت بده. گول بده برم، بده برم، بده برم، بره 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 بره. مهدی بزن، تمام میکنه. یک فرار در دفاع، یک فرار در خط آفساید، پوش دفاع انداختن. مهدی کارو تمام کرد. ببینیم که چی کار میکنه این بازیکن. به به، اولین توپ رو گرفت از آلابا، دوباره خودش توپ گیری میکنه از آلابا، پاس هم نمیده به گریزمان چون میخواد آقای گل بشه. گم شما رایز دادم، بزن شوت. ببخشید غلط کردم. مهدی خان پاسش رو میده این بازیکن، پاس مسخره مارکوس یورنته. مهدی در آورد و پاس میده به مارکوس یورنته. تاثیر مستقیم میخواد بذاره آیا روی توپ یا نه، بر نمیگرده. مهدی بزن، مهدی بزن، ای نشود. مهدی خان، ای 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 ای, ای, ای. یکی یک شدی، من گفتم بردیم. خیلی خوب، اتلتیکو همچنان 47 امتیازی و سوم جدول، همچنان نمیتونه بره صدر چون بارسا قویه متاسفانه. با کی بازی داریم حالا؟ با ویارال بازی داریم. ویارال تنها یوروز چهارم باید بازی کنه. من گوشی بیرون کسافت، تک گل تیم تو زدم، داشتی میباختی. این بازی داریم با رئال بتیس. رئال بتیس پنجمه، خب ما سومیم، دومیم. خب بازی حساسه یک مقدار، چون چرا اون 44 امتیازی ما 56 امتیازیم. اگر که این بازی رو نبریم احتمالاً رئال میبره، می دوباره میاد دوم، پس ما باید حتما این بازی رو ببریم که نزدیک بشیم به بارسلونا و این ساعت 3 ظهر در بچه‌های خود اونا بازی داریم. میبینم که من تو ترکیب گوشی اونا من دارم میبینم، اصلا من بازی رو نداد کسافت. آها من گوشی تو بالاخره برام واسط گل میزنم دیگه، گل نمیزنم اینو شی بیرون. ما دوباره یه چیزی شما رو دهتم خیر سر کی، شما رو دهشو میذاره بیرون، من میذارم رو سرشون. آقا توپ رسید به من. آها یک پاس زیبا میدم اونجا مهدی خان. خود مهدی چقدر پاس زایایی دادی پاول. آبا چرا اینجوری پاس میدی تو جان جل. آهان حالا کاتدار مهدی تمام، اما شادی گل نمیکنه. مهدی بزن تو گل، مهدی بزن تو گل، تمام. یارو نزدیکش هم نشد، ترسی زد زیر تو. چقدر زیبا سانت کرد، گل چون اصلا. پاس رو بده به من، بقیش رو بسپار به هم. آها پاس به وسط بزن، حالا گلش کن. پدرسو چه شوتی زد، ماشاءالله پاس، ماشاءالله پاس، میره واسه گلزنی، شوتشو میزنه و گل نمیشه. خدای فرارا رو حال میکنی، فوروارد بوده این بازیکن، تجربهش یکی دو سال نی. ساعت 9 شب بازی برگشت، بازی داریم داخل آنفیلد با لیورپول. بازی رفت 0-0 شد، منو گذاشته تو. اوکی الان این بازی واسه گل میذارم، نگران نباشه باشه گلم. از همین اولام کشیدی بالا، آفرین به اون سر مربیگریت. میتونم رو به جلو مهدی حرکت کرده، میتونم بهش پاس بدم. سان پاس مهدی هست یا نه؟ مهدی بودو پاس بده بهش، مهدی پاس رو میده خود مهدی خان، حرکت کرده بده من، بده من.
جو علی گل خوردی تمامه. تعویضم کن آره. یکی درصد اگه تو تیمت بمونم. نوشه جونت. نوشه جونت سیمونه. نوشه جونت گیم اوور شدی؟ خیالت راحت شد حالا؟ من از گریزمن بهتر بازی کردم. این شد بهترین بازیکن فصل ما نشدی. تو رو جان مهدی نکن. 17 تا بازی کردم واسه 13 تا گل زدم. این پیشنهاد میشناد چی اومد واسمون اصلا کسی خواست مارو یا نه خود اتلتیکو فقط خواست مارو هیچ کس هم خدا رو شکر ما نخواست بزن درخواست انتقال درخواست انتقال هستن صحبتش رو نکن فقط تو لیگ اسپانیا همون لالیگای خودمون اینا منو میگیرن منو نمیتونه بگیره بابا من راه نمیدونه به جای لواندوفسکی منو نمیذاره دیپ هایم داره بیرون رئال چی ترکیب تیم رئال کریمم تو بابا من ترجیح میدم برم بارسا با اینکه اگر منو بگیره شاید منو بازی را نده خیلی خب بارسا مثلا که ما رو خاص گفتن که آقا شما بیا ولی آقای ژاوی خان گفته 9 میلیون بهت میدیم کمتر از اتلتیکو داره میده 10 میلیون میدن اتلتیکو ولی من میام بله میرم واسه معرفه جلسه معرفه با لباس کاملا بارسایی اومده کنار کچل خان بالاخره کچل این یزره نست اما بهتر از اون سیمونه اسکول که ما اصلا نه دیدیمش نه تو ترکیب دیدیم نه تو رخکن دیدیمش فقط یه دونه اسمش بود ولی کی بودش پشت قضیه ولی یه لبخند ریز هم میزنم با رضایت و انگار دیگه خونه خودشه تیشرت پوشیده اومده دیگه آقای مهدی خان فقط زوم نکنم چشش ممنونم ازت فقط چیکار تنگیز این یه روز خیلی خاص برای من مونده من مشتاقانه منتظر لحظات حضور در این باشگاه هستم چششم اینجوریه برای من برنامه‌شون از هر چیز دیگه مهم‌تره نمیتونم برای دیدن همه شما در روز مسابقه صبر کنم خوب نکن اولین بازی قامتی خان گذاشتی تا اول ترکیب یا نه بله لواندوفسکی اوبامیانگ دیپای فران تورس رو گذاشته بیرون مهدی رو گذاشته تو میخواد تست بگیره ازش خیلی خوب آقای ژاوی خان جواب اعتمادت رو میدم مطمئن باش شماره 6 رو دادی به من آبرو بردی بابا آبرومونو بردی شماره 6 دادی فوروارد واسه بلند رو سر مسیح خان مسیح خان سر اولو میزنه حالا شروع میکنه بازیو آقای مسیح خان حرکت میکنه شماره 6 این بازی این تیم خود شرکت میکنه رو به داخل بعد پاس بده به من که نداد تو بهش میرسه تکذب کار میکنه خودش میره داخل پاس زیبا واسه مهدی نمیتونه بزنه حالا مهدی میزنه و گل نشود و تمام از نیمه اول من واقعا با شما شیش حال نمی کنم حالا به مهدی و طول دروازه خودشو نشون میده در اول بازی رسمی خودش ضربه سر زیر تاق دروازه پی اس جی حالا توپ بهش رسیده میرسونه لیونل مسی به نیمار حالا مهدی میاد که توپ گیری بکنه اونجا توپ امباپه رو باید بزنه خطرناکه یه دوران لوا به سر رسیده وقتشه که جوان هایی مثل مهدی خان خودشون نشون بدن بگیر لباد مهدی خان نکن چقدر داره جنگنده بازی میکنه این بازیکن ای وای بازیکن بارسلونا یعنی مهدی خان این جنور رو گفت این مسابقه واقعا نوشور بودم من فکر میکنم که ما شانس خوبی برای بردنشون داشتیم سوپرکاپ بازی داریم در ورزشگاه آلیانز استادیوم لیورپول و بارسلونا با هم دیگه بازی دارن اگر هر کدوممون این بازی رو ببریم یه کاپ میگیریم اول اول کار خیلی خوب سوپرکاپ یوفا سوپرکاپ در پیش رو است یوفا سوپرکاپ جایی که دو قهرمان مقابل هم قرار میگیرن در شرف آغاز شدن کدوم تیم سربرم بیرون میاد ما باید در اینجا شاهد یک نمایش بزرگ باشیم حتما اما جا بخوام منو گوشی داخل یا نه بله مهدی خان توه فقط شماره منو جان جیابی عوض کن حالا ده هم نداشتی شماره دلخواه من 11 از فران تورس بگیرش بله بازی شروع میشه و همه مارسایی هستن همه تو ورشگاه مارسایی هستن به و سوپر کاپ مقابل لیورپول و بارسلونا مهدی رو بعد مشاهده بکنیم آخر صف من بودم وای میسی بازی کنم و ببینیم که شماره شو عوض میکنه بالاخره آقای جاوی خان گوش این فران تورس رو میگیره میگه شماره 11 رو میدی یا نمیدی یا بدونم از تیم بیرون من بارسایی آها نصف بارسایی نصف لیورپولی همین چند وقت پیش بود که با اتلتیکو بازی کرده بودیم و باخته بودیم از همه لیورپول کبیر حالا مهدی خان ترجیح میده پاس بده و گل نشود به 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 چه سیوی میکنه ترشتگن واسه مهدی خود شرکت میکنه پاسو بعد بده به مهدی خان حالا پشت مدافعین مهدی حرکت کرده میتونن تو بشو بزنن خود مهدی میزنه و پاسو بده رفتم مهدی رفت واسه تکیه شدن حالا مهدی فرصت داره که جبران بکنه ای خدا بگم چیکار نکنه اون پاتو بابا بزن تو چارچوب دوتا تک به تک مثل آب خوردن از دست دادی وای نیمه دو اول دو دوم وقت اضافه هم تمام شد رفتیم واسه وقت اضافه مهدی میره بیرون دیپ های اومد به جاش تا الان میتونستیم دو هیچ راحت جلو باشیم بعد شانسی آوردن اوه نیمه اول وقت اضافه تموم شد شیگون نزد وقت تمام پنالتی ندم بزن میگم چیکار میکنی ترشتگن اولی رو بگیر آفل آنسو فاتی گل میکنی ها گل میکنی داداش گل میکنی بزن تو گلش هیچی نیست هیچی گل میشه تمام میگیره این چیزی نیست میگیره گل هم بشه مهم نیست یه دونه جلوی ما تمام
مهاجمی که دیگه فینیچی نداشته باشه نتونه پنالتی گل کنه به چه درد میخوره؟ بزن آفر سم. اولا باید ما میبردیم، همه رو در برد. خیلی خوب اینو بزنه میتمامه. منفیس بزن گلش کن منفیس. تمام و تمام کاپ رو میبریم بالا. مهدی تیم خود رو عوض کرد و تونستش لیورپول رو ببره. خود مهدی رو داره میبینی با لباس رخکن، لباس تمیزی که پوشیده میاد و خوشحالی میکنه. مهدی از بردی که انجام شد توسط این تیم. درست مهدی اشتباه کرد اما منفیس اوبامیانگ و غیره اشتباهش رو جبران کرد و مهدی هم در آغوش میگیرن میگن اشکال نداره داداشم، حالا که بردیم ولی دفعه بعد بزنیم زیر گوشت اگر خراب کنی. و با کاپی که نیست عکس میگیرن. اعلام بهترین بازیکن اروپایی و مهدی بهترین بازیکن اروپا شده است یا نه؟ احتمالش خیلی کمه. نشده. بله شماره 11 رو بهم داد. این یک برخورد آتشی خواهد بود. بازیکن بارسلونا یعنی ترش که نرش در رابطه با مسابقه حیاتی امروز مقابل رئال مادرید گفت امروز باید پرخاشگر باشیم. انتظار برخورد آتشی دارم. خب ساعت 16:04 بعد از ظهر مقابل رئال مادرید بازی داریم. رئال مادرید پنجم، ما اول رفتیم خدا رو شکر. به اضافه اینکه ببینم که آقای شابی خان ما رو بازی داد یا نه. بله مهدی خان تو مثلا میشه. اوورال شده 88 مهدی خان، لواندوفسکی 91 که داره اوف میکنه اما ما همچنان رو به بالایی. یه بار دروازه‌شون رو باز کردم اما یه بار دیگه هم باز میکنیم. اشکال نداره. بله مهدی خان شماره 11 رو الان برتن کرد. وقتی به مهدی شماره 11 رو میدی انگار بازیش بوست میشه به قول فیفا باس ها. بده پاسو بهش. مهدی خان حرکت به تیر دو در میاره با تک دست. او دروازه‌بان پرتغال رو گرفته گذاشته. پاسو میده خود مهدی خان حرکت نمیکنه داخل. پاسو بعد بدم به مهدی. مهدی توپو میگیره کات دار میزنه اون نمیره تو گل. من باید کورنر بزنم باش. نگاه کن من باید کورنر بزنم اینا گلشو بزنن. سب مهدی بیا آقا به من نده نگه کم به من نده. بعد میدی به یارو کی فاستاد من نفهمیدم. کسی فهمید به من بگه. حالا مهدی خان توپو اونجا میگیره ازشون. خود مهدی حرکت میکنه پشت مدافعین میرسه به توپ همه رو جا میذاره و حالا فرصت رفت کریم ابوالفضل. چجوری هم شد زد. بیم بگیرین ازش. این چی باختی؟ باز دوباره همون داستان شد که تمام شد. یه ذره بریم جلو ببینیم که به چی میرسیم. توپ طلا که فکر نمی‌کنم به ما بدن با این سبک بازی کردن مسخرم. خب چی شده؟ توپ طلا می‌خوایم بگیر. واو. خیلی خب لیست پیشنهاد اومده واسه ما. نه خود جاوی گفته تمدید کنه. اوکی ما تمدید میکنیم. با همین که داریم میبینید بارسلونا رفته صدر جدول با اتلتیکو مادرید یک امتیاز فاصله داره. تو چمپیونز لیگ خورده بودیم به رئال مادرید و اتلتیکو مادرید که اتلتیکو هر دوتاشون رو بردیم و الان رسیدیم هم به فینال چمپیونز لیگ که با پی اس جی بازی داریم هم تو که داریم ساعت 9 شب اما الان فینال جام حذفی هستیم. اگر فینال جام حذفی رو ببریم قهرمان میشیم یگانه و اگر قهرمان فصل هم بشیم و قهرمان چمپیونز لیگ هم بشیم سگانه رو مهدی برده به اضافه سوپر کاپ. برو بریم. منو راه میده داخل. بله منو راه میده داخل. فرانگسی هم داخله. حالا وقت انتقام گرفتنه. آیا کاپ رو در زمین مشاهده میکنیم یا نه؟ جام حذفی اسپانیا با حضور مهدی خان در این تیم ببینیم که بالاخره میتونه اسپانیا شکسته بشه و مهدی خان پس از گل روندن 22 سال سن به چمپیونز لیگ و سگانه برسه. کاپی ما مشاهده نکردیم اما کاپو بعدا به شما میدم. کاپ معنویه، کاپ مادی نیست. حالا مهدی خان بابا چه پاسی داد تک زر. خود مهدی خان حرکت میکنه بعد پاس بدم بهش تک به تک میره و تک به تک میشه تو گل درست. جلوی سیمونه اتفاقا میذارم خوشحالی ما باشه. میذارم جلوی سیمونه خوشحالی ماشه تا بره تو چشت. میدم اونور نگران نماش مهدی برو تو بشو بگی. آفرین مهدی تو تک سر به مهدی خان. خود مهدی حرکت میکنه کسی رو سمت چپ داره و سمت راست هم فران تورس رو. فران تورس پاس میده خودش هم میاد به سمت داخل پاسو بعد بده. زیبا بود. مهدی خان به یک اسطوره داره تبدیل میشه. آره بابا تو بگی تک به تک بتونه گل کن اسطوره بخوره تو سرت. آمو شده به زیبایت آمو شده به عدبت. بیا پاسو بده بهش. تمام مهدی خان سر تیم تو برید. سیمون یادت باشه. حالا مهدی چه شوتی میکنه؟ ازشون میده مهدی. خود مهدی پاس میرسه بهش پاس میده رو وسط. خود مهدی باید حرکت بکنه پشت فوروارد پشت مدافعین. خود مهدی گول نمیشه. تمام اولین کاب خودش
میبره بالای سر، بهترین بازیکن زمین گل زد و پاس گل داد. یادتو باشه سیممون کیو از دست دادی؟ اتلتیکو در همون باتلاقی که مون هست. بعد بهترین بازیکن زمین لواندوفسکی میاد و باهاش دوست شده قشنگ. مهدی خان تا اینجای کار 45 تا بازی کردیم، 28 تا گل زدیم، 11 تا پاس گل دادیم، در مجموع 39 تا تاثیرگذاری مستقیم روی توپ تو 45 تا بازی. خیلی خوب، بازی آخر اگر این بازی رو ما ببریم قهرمان فصل شدیم، که نبردیم و ایشالا اتلتیکو نبرده باشه. اوورال مهدی شد 90. آقا اشکال ندار، قهرمانی رو از دست دادیم. مهدی خان متاسفانه من نمیدونم، این اصلا واقعا مسخره است. ما هیچ ترسی نداریم. لواندوفسکی کمی قبل از مسابقه با پی‌اس‌جی این رو گفت که این ممکنه سخت‌ترین بازی تا الانمون باشه، اما ما نمیترسیم. آفرین، تو ترس نداره که داشت. فران تورس و دمبله و لواندوفسکی پشت مهدی خان، لطفاً به این توجه بشه. لواندوفسکی کجا قرار داره؟ لطفاً اینو نشون بدید. این همه من داشتم حرف می‌زدم، دوربین نبود. مسخره. آقا فینال چمپیونز لیگ کاپ هم داریم مشاهده می‌کنین، مهدی هم توه، فیکس هم هستم، لواندوفسکی هم پشتم. مهدی می‌خواد با برد اینجا بره بیرون و بدون برد از اینجا جای من نمی‌رم. می‌خواد بیا تو بعد من بگیره. آره زرش، بله اوورال 90 شد. ببین اگر دارم همین رو میگم، تیم خیلی واسه همین مهمه. تیم اگه تو رو بازی بدن، هر چی بیشتر بازی کنی زودتر اوورالت میره بالا. پاس داده میشه به امباپه، تو بغلتر جناچ راست. اوه خطرناک هستن و بعد بگیرن توپشو. وای رفت گل بزن، گل خوردی. پاس بده دیوانگ مهدی، مهدی نفوذ کرده به پشت مدافعین. مهدی نگر میره تو، مهدی نگر داشته، پاس میده واسه سانت کردن برن بازیکن ها، خود مهدی با گرفته میاره رو به وسط، بعد کاتدار بزنه همونو. بعد داری میزنه کاتدار، این چرا اینجوری مثل مفلسه داره میزنه؟ من اینجوری کاتدار نمیزنم به خدا. آفرین، پاس به سیوا با آقای مهدی خان، حرکت مهدی خان رو به داخل هست، کسی داخل نیست متاسفانه. پاس رو به بیرون به لواندوفسکی نزد. این بعد یک بر هیچ نفع پی اس جی موزا خرابه. ماشاءالله پاس، ماشاءالله پاس، مهدی میره پشتش. حالا حرکت مهدی بسیار هوشمندانه و زیبا بود این حرکتش. پاس رو به بیرون به کی داد؟ مهدی با بزن جان مهدی، بزن گلو، بزن گلو. آفرین، حالا مهدی میزنه. وای لواندوفسکی چیکار داری میکنی لواندوفسکی؟ خدای خدا، ای خدا، بگی 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 مهدی برو. وای نشد آقا، باختیم تمام. مهدی نتونست سگانه رو ببره. مهدی ناراحت، ناراحت و دروی اومده تو حلقش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید ویدیو رو، واسه سابسکرایب کردن یوتیوب فراموش نشه، تو کامنت بنویسید که کی و چه جوری و با چه چالشی پارت بعدی رو بذاریم. ممنونم که تا حالا ویدیو رو کردید. خدا نگهدار.